مردی با عصای کوتاه، کتی بلند، کلاهی کوچک، کفشی بزرگ برای حمایت از پسر بچه‌ای بی‌نوا. تا آنجا که پیکر نحیفش یاری می‌کند، از جان مایه می‌گذارد و در غم جداییش تا سرحد جنون اشک می‌ریزد. بی هیچ چشم داشتی بینایی را به دختر گلفروش برمی‌گرداند. دیکتاتور بزرگ را به سخره می‌گیرد و با سرمایه‌داران پولپرست در می‌افتد. هرچند به قیمت گیر افتادن در میان چرخدنده های روزگار، در میان جویندگان طلا، او عشق را جستجو می کند و با زبان بی زبانی ترانه آزادی را برای جهانیان می خواند. او انسانی رومانتیک، اندوهناک و عجیب است، دارای ظاهری بی اعتنا از عظمتی که در درونش است. او چارلی چاپلین است. چارلز اسپنسر چاپلین، ملقب به چارلی چاپلین، در 16 آوریل 1889 در شهر لندن و در خانواده تئاتری متولد شد. تنها برادر ناتنیش سیدنی در آن زمان 4 سال بیشتر نداشت. پدر و مادر چارلی هر دو از اهالی هنر بودند. پدرش هنرپیشه و آهنگسازی معروف و مادرش خواننده بود. هر دوی آنها در سالن‌های لندن به اجرا می‌پرداختند. پس هیچ جای تعجبی نداشت که چارلی نیز در این راه بدرخشد. چارلز چاپلین، پدر چارلی، مردی فروتن و آرام ولی میگسار بود. بنابراین کسی او را قابل اعتماد نمی دانست. و وقتی چارلی فقط 1 سال داشت، تمام آهنگهایش را جمع کرد و از خانه رفت. هانا هیل، مادر چارلی، تمام تلاشش را کرد تا زندگی را از سر بگیرد. او زنی ظریف و لاغرندام با گیسوانی بلند. گرچه در زندگی روح بلند پروازی داشت، اما شغلش موقت بود و درآمد ناچیزی داشت. در یک شب برای هانا، مادر چارلی، اتفاق خاصی افتاد که باعث شد که شغل خوانندگی برای هانا برای همیشه تمام شد. چرا که او حین خواندن توپق زد. از جمعیت صدای هو کردن بلند شد که دیگر اجازه خواندن به هانا نمیداد و او به ناچار صحنه را ترک کرد. مدیر برنامه سراسیمه چارلی را به صحنه فرستاد تا به جای هانا اجرا کند. آن زمان چارلی فقط 5 سال داشت، اما سالها بود که اجراها را از پشت صحنه تماشا می‌کرد و تمام نوت‌های موسیقی را از بر بود. تا پسر کوچک شروع به رقص و آواز کرد، جمعیت همگی غرق در سکوت شدند. طولی نکشید که تماشاچیان شروع به خندیدن و تشویق کردند. چارلی موفق شده بود، گرچه هانا شغلش را از دست داد و دیگر هیچ جای دیگر آواز نخواند. به گفته چارلی، آن شب اولین حضور من در صحنه بود و برای مادرم آخرین حضور. خانواده چارلی روز به روز فقیر و فقیرتر می شد و در آن زمان هانا بسیار ناتوان و مریض احوال بود و پسرانش را به خانه کارگری سپرد، جایی که ایستگاه آخر برای فقرای بی خانمان در لندن بود. خانواده کوچک چاپلین از هم گسست. هانا به علت مریضی که داشت به درمانگاهی کوچک منتقل شد. افرادی به آنجا می رفتند که حتی قادر به کار کردن در خانه کارگری نیز نبودند. چارلی و برادرش سیدنی به مدرسه بی خانمان ها به نام هانویل رفتند. چارلی در آن زمان فقط 7 سال داشت. خیال بافی بهترین راه فرار از روزمرگی های چارلی بود. چارلی در شرح حالی که از خود نوشته است میگوید در خانه کارگری که بودم در خودم فرو می رفتم و تظاهر می کردم که شخصی والا مقام و ثروتمند هستم. بیش از هر چیز پسرک می خواست از فقر فرار کند. آن زمان بود که چارلی فهمید بازیگری تنها بلیت برنده او برای فرار از فقر و بدبختی است و طولی نکشید که اولین شغل یعنی بازیگری را برای خود برگزید. وقتی چارلی 9 ساله شد، سعی می کرد سکه های بیشتر به جیب بزند. یک راه آن اجرای رقص پا با کفش‌های چوبی در خیابان بود که در کنار یک نوازنده آکاردئون به آن مشغول می شد. و به این طریق هر آبری که رد می شد سکه خود را در کلاهی که کنار آن دو بود می انداخت. بعد از ظهر یکی از روزها مردی محترم و آراسته به تماشای رقص چارلی نشست. آن مرد که ویلیام جکسون بود، گروهی از پسر بچه هایی که در سالن‌های بزرگ لندن رقص پا انجام می دادن را تحت نظارت داشت. زمانی که هانا رضایت خود را برای پیوستن چارلی به گروه اعلام کرد، چارلی اولین شغل رسمیش را شروع کرد. از هنرهایی که چارلی در این دوره یاد گرفت، حرکات آکروباتیک و تردستی بود. بعد از 2 سال کار با این گروه، مادر چارلی او را پیش خود بازگرداند. او فکر می‌کرد که پسرش خیلی فرسوده شده است، اما چارلی
هیچگاه از کار کردن دست بر نداشت، ولی چارلی همچنان پول کافی به دست نمی آورد و به همراه مادرش در یک اتاقی زیر شیروانی زندگی می کرد. در این دوران بود که پدر چارلی در سن 37 سالگی در سال 1900 به خاطر زیاده روی در مصرف الکل درگذشت، یعنی در 11 سالگی چارلی چاپلین. چارلی می دانست که از عهده نگهداری مادرش بر نمی آید. بنابراین او را به نزدیکترین درمانگاه که یک مایل آن طرفتر بود برد. پزشکان هانا را از درمانگاه به بیمارستان روانی منتقل کردند. او به جز دوره کوتاه به مدت 17 سال در بیمارستان‌های مختلف بستری و تحت مراقبت بود. چارلی تنها به خانه بازگشت. به خانه‌ای خالی. در کابینت‌های آشپزخانه چیزی جز چای پیدا نمی‌شد. چارلی در تلاش برای یافتن کار و غذا در خیابان‌ها پرسه می‌زد که خبر آمد کشتی که برادرش در آن کار می‌کرد در ساحل پهلو گرفته. چارلی بعدها گفت اگر سیدنی آن روز به لندن برنمیگشت حتما به دزدی روی می آوردم. سیدنی از اینکه چارلی را با موهای پریشان و کثیف می دید شوکه شده بود. او سریعا چارلی را به حمامی گرم رساند. سپس او را به آرایشگاه برد تا موهایش را مرتب کند و در آخر یک دست لباس نو برایش خرید. حالا وقت آن بود که سیدنی برنامه اش را به چارلی بگوید. او قرار بود به عرصه بازیگری وارد شود. چارلی نیز با او هم مسیر شد. در سال 1908 چارلی برای گرفتن کار در دفتر فرد کارنو حاضر شد. او گروهی معروف از کمدین‌های به زنب کوب را اداره می کرد. کارنو از پیش با سیدنی کار کرده بود، اما نمی دانست که چارلی برای این کار جثه مناسب را دارد یا نه. قد چارلی تنها 160 سانتی متر بود و دست و پاهای کوچکی داشت. به گفته کارنو به نظرم او بسیار خجالتی می آمد. کارنو به چارلی گفت 17 سالگی برای شروع کمی زود نیست؟ تو حتی از این هم کوچکتر به چشم می آیی. چارلی شانه بالا انداخت و پاسخ داد مهم نیست. با گریم مشکل حل می شود. کارنو موافقت کرد تا چارلی به مدت 2 هفته در نقش مردی جوان گریم شود و روی صحنه برود. در شب افتتاحیه چارلی پشت به تماشاچیان وارد صحنه شد. آنها روی صحنه جوانی متمول و نجیب زاده را می دیدند که کلاهی استوانی بر سر و عصایی پر زرق و برق در دست داشت. ناگهان چارلی رو به تماشاچیان کرد. بینی چارلی به رنگ قرمز گوجه‌ای رنگ شده بود. موجی از خنده سالن را فرا گرفت. سپس چارلی شروع به دلقک بازی کرد. روی صحنه به این طرف و آن طرف می رفت. ناگهان پایش روی دمبلی که بر روی زمین افتاده بود می رفت و سکندری می خورد. عصایش به کیسه مشت‌زنی که از سقف آویزان بود گیر می‌کرد و در حالی که کیسه محکم به صورتش می‌خورد عصایش نیز به یک باره روی سرش می‌افتاد. او سرش تاب برمی‌داشت و تلو تلو می‌خورد. تماشاچیان از خنده منفجر شدند. پس از گذشت تنها 1 هفته جمعیت به محض ورود چارلی برایش کف می‌زدند. کارنو می‌دانست که او موفق خواهد شد، بنابراین بیدرنگ با او قراردادی امضا کرد. کمدین نوظهور کارنو که همیشه اجرایی صامت داشت حالا در سالن‌های سراسر لندن و کل اروپا روی صحنه می‌رفت. چارلی در تمام هفته و هر شب در سه نمایش روی صحنه می‌رفت. چارلی خیلی زود توانست در انجام حرکت‌های رقص مهارت پیدا کند. او کاری می‌کرد که سخت‌ترین صحنه‌ها به نظر آسان می‌آمد. کارنو خیلی زود دست به کار شد و به جای نقش‌های کوتاه به او نقش‌های اصلی نمایش را داد. در پاییز سال 1910 کارنو به چارلی پیشنهاد تور نمایش در آمریکا را داد. چارلی با خود فکر می‌کرد که آمریکا می‌تواند برای او فرصتی تازه و به نوعی ماجراجویی جدیدی فراهم کند. او به خود می‌گفت اینجا جایی است که من به آن تعلق دارم. او تصمیم خودش را گرفت و در آمریکا ماندگار شد. اعتقاد بر این بود که چارلی بمب خنده عصر حاضر است. کمدی در خون اوست. او کافی است پا به صحنه بگذارد تا سالن را از خنده منفجر کند. با این حال چارلی شخصیتی آرام و محافظه‌کار در پشت صحنه داشت. گاهی اوقات بعضی از اطرافیانش مانند استن لورل که هم اتاقی چارلی بود فکر می‌کرد که او سرد برخورد می‌کند. لورل بعدها گفت چارلی اصلا سرد نبود. ابدا. او فقط به طرز وحشتناکی خجالتی بود. در سال 1913 تلگرافی برای چارلی آمد. در آن زمان 5 سال از همکاری او با کارنو می گذشت. در تلگراف آمده بود
که چارلی برای بازی در فیلم به کالیفرنیا دعوت شده است. در دسامبر سال 1913 چارلی برای اولین بار در استودیوی کیستون حاضر شد. تنها یک سال از فعالیت کیستون می گذشت. اما یکی از چند استودیوی کوچک فیلمسازی بود که در سرزمین آفتاب یعنی کالیفرنیا سر برآورد. چارلی چند روز وقت پیدا کرد تا ببیند که فیلم‌ها چگونه ساخته می‌شود. در آن لحظه چیزی باعث تعجب او شد. خانم بازیگر به در کوبید و ایستاد. کارگردان فوراً فریاد زد: "کات!" آنجا بود که چارلی فهمید که فیلم‌ها از تکه‌های کوچکی ساخته می‌شود. صحنه‌ها به ترتیب ضبط و فیلمبرداری می‌شود. سپس در اتاق تدوین به هم می‌چسبند. چند روز بعد اولین فیلم چارلی به نام امرار معاش در سال 1914 ساخته شد. در آن زمان فیلم‌ها کوتاه بودند، طوری که روی یک حلقه فیلم ضبط می‌شد که تقریباً 15 دقیقه بیشتر نبود. کیستون در آن زمان هر هفته 3 فیلم می‌ساخت. در فیلم دوم چارلی قرار بود گروه فیلمبرداری در یک مسابقه اتومبیل رانی در ونیز کالیفرنیا فیلم بگیرند. مکسنت مدیریت استودیوی کیستون را بر عهده داشت. او پیش از آن که گروه فیلمبرداری را عازم ونیز کند به چارلی گفت هر لباسی که می‌داند انتخاب کند و به سلیقه خودش تیپ بزند. چارلی به اتاق لباس کیستون رفت. اتاقی بزرگ که بیشتر شبیه انبار قدیمی بود. چارلی هر آنچه به سلیقه‌اش می‌خورد بر تن کرد. او در خاطراتش نوشت: دلم می‌خواست همه چیز در تناقض با هم باشد. شلوار شلوول، کت تنگ، کلاهی کوچک و کفشای بزرگ. چارلی کفشای بزرگ وصل پینه دارش را برعکس به پا کرد. سپس یک سیبیل کوچک مشکی را با چسب به صورتش چسباند و اعصاب دست و با آن شیوه راه رفتن از انبار لباس خارج شد. چارلی هنوز نمی‌دانست با این تیپ موسیکش قرار بود جلوی دوربین تاریخ ساز شود. بیش از این چارلی کاراکتر معروفی به نام پسرک ولگرد را ابداع کرده بود. با حالا فیلم مسابقه اتومبیل رانی در ونیز اولین فیلمی بود که با همین نقش ابداعی خود در آن بازی می‌کرد. چارلی تصمیم داشت تحت هر شرایطی به این لباس متعهد باشد. چارلی روی حرفش ایستاد. او نقش ولگرد را 22 سال و در حدود 70 فیلم جلوی دوربین بود. او توانست یکی از معروف‌ترین نقش‌ها را بعد از گذشت 5 روز به سینما هدیه کند. فیلمسازی رفته رفته چارلی را مجذوب خود می‌کرد. او چیزهای زیادی می‌آموخت. برای مثال، برش فیلم در اتاق تدوین، بازیگردانی و سرعت تند و کند فریم دوربین فیلمبرداری عین ضبط فیلم. ولی متأسفانه گاهی اوقات سلیقه چارلی به مزاج گروه کیستون خوش نمی‌آمد. و اینجا بود که چارلی به فکر نویسندگی و کارگردانی فیلم‌های خودش افتاد. این ایده برای سنت ریسک بزرگی داشت. جدای از آن، چارلی در کارگردانی تجربه‌ای نداشت. سپس چارلی دوباره پیشنهاد داد که همه پسنداز زندگیش را در این مسیر می‌گذارد. او می‌دانست کیستون هیچ رقمه به او ضرر نمی‌رساند. قرار داد بسته شد. از آن پس چارلی کارگردان و ستاره فیلم‌های خودش شد. بعضی اوقات حین پخش فیلم‌های چارلی او بدون اینکه کسی را متوجه خود کند وارد سالن می‌شد. هیچ کس نمی‌دانست آن مرد خوش‌سیما با آن چشمان آبی ژرف همان پسرک ولگرد است. او اصلاً شباهتی به شخصیت دورگرد فیلم‌هایش نداشت. اما چارلی نیامده بود تا فیلم ببیند، بلکه چشم‌ها و گوش‌هایش را روی تماشاچیان متمرکز می‌کرد. آنها کی پیش خود می‌خندند، کی از ته دل می‌خندند. به این نفع بازخوردهای تماشاچیان چارلی را در ساخت فیلم‌های بعدیش کمک فراوانی می‌کرد. بعد از گذشت یک سال کار در استودیوی کیستون، چارلی آماده رفتن بود. یک سال زمان زیادی نیست، اما او در همین مدت توانست 35 فیلم بسازد. چارلی از برادرش سیدنی خواست تا مدیر برنامه‌های او شود. به نظر کار عاقلانه‌ای می‌آمد. سیدنی قراردادی بین چارلی و استودیوی فیلمسازی اسنای تنظیم کرد. آنها چیزی حدود 30 برابر دستمزد چارلی در کیستون به او پرداخت می‌کردند. چارلی کار خود را با ساخت ماهانه یک برنامه کمدی آغاز کرد که حداکثر روی 2 حلقه فیلم ضبط می‌شد. مدت پخش فیلم‌ها 30 دقیقه بود. البته برای همین مدت زمان کوتاه ساعت‌ها وقت صرف فیلمبرداری هر سکانس می‌شد و حتی یک برداشت 50 بار یا بیشتر تکرار می‌شد.